برنامه خداینده بخشاینده و متعال و درود و وقت بخیر خدمت شما بیننده های خوب افغان بزنس. شما نشرات افغان بزنس از طریق ساتلایت های یاسد و ترکمنسد در سرتاسر کشورهای جهان در هر نقطه از جهان که حضور داشته باشین میتونین بیننده باشین و سر بزنین به شبکات اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و تویتر و در اونجا هم بیشتر برنامه های افغان بزنس را شما میتونین به گونه زنده و مستقیم بیننده باشین. دیدگاه ها نظرات و کامنت هایتون را سهیم بسازین تا برای بهبود یافتن هرچه بیشتر برنامه های افغان بزنس به بتونیم استفاده اعظمی و خوب را ببریم. امروز در برنامه تحلیل روز تا نیم ساعت دیگر با مهمان بسیار خوب ما که انشاءالله برای شما با معرفیش میگیرم حضور داریم و دیدگاه و نظراتشون را پیرامون موضوعی برنامه با خود میداشته باشیم. با درک یأس و ناامیدی های چندین ساله و چندین دهه ای که میتونیم در میان بگیم که درسان مردم افغانستان وجود داشت، برای تحقق صلح خوشبینی ها در این شب و روزها مبنی بر آمدن صلح در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر شده است. مردم افغانستان قربانی های انگفت جانی و مالی شدیدی را در چندین دهه اخیر متقبل شدند و اما نتوانستند که واقعا صلح را لمس بکنند و یا احساس بکنند و در آغوش بکشند. اما چند ماهی اخیر است که این اقدامات برای آوردن صلح از هر سمت و سو بیشتر گرده است. چراغ سبز توانست تا حدی به وجود بیاید و ایالات متحده آمریکا من حیث بازیگر اصلی این برنامه تلاش بیشتر دارد تا اینکه بتونه در همین شب و روز ساعت تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بتونه صلح را در کشور تامین بکنه. اما سوال اصلی و اساسی در اینجا این است که چه شد که ایالات متحده آمریکا بیش از هر زمان دیگر دست به آستین بالا زده و سراسیمگی و عجله جدی را برای تامین صلح در افغانستان روی دست گرفته است؟ آیا واقعا طالبانی که چندین سال جنگ کردند، دست به جنایت زدند، انتحار و انفجار کردند، قتل و قتال را روی دست گرفتند تا به اینکه بتونند به اهداف خود برسند، با این سادگی ها آیا در یک ماه، دو ماه، یک شب، دو شب دست از جنگ برمی‌دارن؟ آیا سلاح‌های خود را کنار می‌گذارن؟ آیا واقعاً در حکومت توافقی و مشترک حضور پیدا خواهند کرد یا اینکه نه خیر، طالبان مفکورین را دارن تا اینکه دوباره امارت اسلامی را در افغانستان تشکیل بدن و بتونن که حکومت خود را که بنا به گفته‌شان ایالات متحده آمریکا حکومت 5 ساله‌شان را گرفته بود دوباره بیارن در افغانستان به وجود بیارن. در کنار خوشبینی‌هایی که در میان اصحاب مردم وجود دارد، طایفه‌ای گسترده و وسیع هم نگرانی خود را از تامین صلح در افغانستان بیان کردند. بیشتر تجاران، سرمایه‌گذاران، فعالین زن، فعالین حقوق و فعالین مدنی دیدگاهشان بر این است که ایالات متحده آمریکا با این سراسیمگی در صدد این است تا اینکه بتونه ترامپ را بار دیگر به کرسی ریاست جمهوری کاخ سفید بکشانه و از این طریق صلح کوتاه مدت و مقطعی را بتونه در افغانستان به وجود بیاره و دوباره طالبان عهد شکنی و یا تعهد شکنی بکنند و دست به ماشه سلاح ببرند و باز هم جنایت را در افغانستان خلق بکنند. این یکی از نگرانی ها است. نگرانی های پس پرده دیگری که وجود دارد مبنی بر این است که بازیگران جهانی در این صدد هستند تا اینکه بیرق های سفید طالبان را کنار بگذارند و یا پایین بکنه بیرق سفید داعش در افغانستان بتونه بلند بگرده، چیزی را که حتی پنتاگون ایالات متحده آمریکا امروز هم به اون اشاره کرده و بیان کرده است که حتی پس از صلح در افغانستان تهدیدات گروه داعش و بیشتر جنگجویان طالبان در افغانستان باقی میمانه و این گروه ها تعهد بر این دارند تا اینکه بتونن نظم امنیت افغانستان را در هر جایی که باشن بر هم بزنند. اگر این چنین یک وضعیت باشد، معنای صلح در افغانستان واقعا چیست؟ سوال های اصلی این است که صلحی که به وجود میآید طویل مدت خواهد بود؟ صلحی که به وجود میآید طرف های درگیر تعهد به حفظ ارزش های مردم افغانستان خواهند داشت؟ و صلحی که به وجود میآید آیا واقعا هدفش خاموش ساختن صدای تفنگ و مرمی خواهد بود یا اینکه این صلح میتونه در بر خود حکومت داری خوب، اصلاحات عمیق را هم در درون حکومت داری بتونه به وجود بیاره؟ پیرامون این موضوع با مهمان بسیار خوبمان جناب محترم آقای سید نقیب الله هاشمی آگاه سیاسی بیشتر بحث میکنیم، دیدگاه و نظریاتشون را تا نیم ساعت دیگر سهیم میسازیم. خیلی خوش آمدین آقای هاشمی. تشکر، زنده باشید. ممنون آقای هاشمی. در ابتدا این گناه آغاز میکنیم که بیش از هر زمان دیگر شما چقدر خوشبین هستین که ما به صلح واقعا نزدیک شدیم. به نام خدا، سلام از ادب خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون، مردم شریف نجیب افغانستان. علیکم السلام. تشکر بکنیم از شما، از صحبت شما، از بحث شما. خوشبینی صلح برمیگرده با ما خود افغانا. که یک سیاست خارجی قوی داریم که دنبال کنیم و یک سیاست قوی داخلی داریم که دنبال کنیم، یک اجماع ملی مساعد بسازیم که به طرف صلح بریم، یا نه که بدون کدام برنامه پلان خارجی و بدون کدام برنامه پلان داخلی ما پیش بریم که عواقب صلح ما را به طرف دهی افتاد ببره. شک نیست که ما یک دهه قبل داشتیم یک سال،
اما ما و شما دیدیم که ما و شما را به طرف صلح نبود، بلکه به طرف بربادی و ویرانی و چیز داری نداره که داشتیم او را از دست دادیم. ما میخواهیم که به سیاسین خود بگویم که بیاین ای بار حدیث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دنبال کنیم که مسلمان دو بار از یک بار گزیده نشه. ما یک بار گزیده شدیم، بار دوم گزیده نشیم که ما به طرف بی‌ثباتی، بی‌نظمی، خانه جنگی باز بریم. یکی صلح است، یکی معامله. صلح چیزی است که در قبال خود طویل المدت دوام دار یک صلح داره که خدا هم او را تشریح کرده، رسول الله برکم تشریح کرده و همگی خوشبین هستند که الله میگه و صلح و خیر. یکی معامله است که کشورهای بزرگ جمع کشورهای منطقه پلان و برنامه میگیرن، یک معامله را به کار مندازن، پروژه از پیش میبرن برای مقطعی یک صلح نیه، اما بعد از این باز ما به طرف ویرانی و بربادی میریم. بیاین ما افغانا نتیجه جنگ دیدیم که ویرانی، بدبختی، هیچ خانه ما نیست که آسیب پذیر نشده باشه از همین چهار دهه جنگ. یا شهید داده از خانه خود، یا معلول و معیوب و زخمی داره، یا هجرت کرده، یا دار ندار از او از بین رفته. امی فعلا نام ما روزانه اگر یک صفحه، یک سر به می صفحه مجازی ما شما بزنیم کمی باز میکنی، تاسف بار نوشته میکنم که فلانی در بین ما نیست شهید شده، فلانی را به شهادت رساندن، فلانی را کشتن، فلانی اسیر شد. این غم اندو در قلب فرد فرد ما افغان است که ما افغان ها نتیجه جنگ دیدیم، صلح نتیجهش ترقی و رفاه و سعادت پیش بینی است. ما مردم افغانستان نیاز به صلح داریم. ابتدا اکسیژن، بعد از اکسیژن به صلح. ملت چی میگن؟ با کام با سیاسون. ما از شما هیچ چیز نمیخوایم. حالا دیگه فهمیدیم که برای ما نان هم داده نمیتونین، روزی هم داده نمیتونین، امنیت هم. فقط ما صلح میخوایم، برای ما صلح شما تامین کنین یک گلد. اما یک چیز منتظر باشیم که مسئولیت صلح به دوش ما افغان است، نه به دوش امریکا است، نه پاکستان است، نه روسیه است. اگر ما و سیاسون دست زیر لاشه میشینیم که امریکا برای ما صلح میره، نه. اینه بدانین که امریکا که آقای خلیلزاد سفیر صلح در افغانستان است و ماموریتش همین است که در افغانستان صلح اعاده کنه. شما بدانید که در قبال از یک منافع کشور امریکا داره. بله. اگر پاکستان تلاش میکنه، سیاسون ما را دعوت میکنه در خاک خود که شما بیاین، اونا میرن دیجا. شما بدانید که با وجودی که صلح میخوان، اما منافعی دارن. خیلی. اگر روسیه سیاسون ما را دعوت میکنه، میخوان اونا منافعی دارن. مثال از امریکا اگر براتون شروع کنم. امریکا اومده در خاک 18 سال است که موجودیت دارد اینجا. در ابتدا گروهی که تروریسم بود یا طالبان میگفتن، اونا رو به مغارای کره بود توری بره بودن. شما ببینید چی باعث شد که در موجودیت 130 هزار قوای ناتو یا جامعه جهانی و موجودیت امریکا که بزرگترین قوت دنیاست، اگر بخواد سوزر را روی زمین میذاره، اما اونا پس چست چفت هست شد خاک ما رو دیگه. آقای هاشمی، شما در ابتدای صحبتهایتون بیان کردین که یکی صلح هست، یکی معامله است در اینجا. حالا ایالات متحده آمریکا من حیث بازیگر اصلی در قبال این روند به دنبال چه هست؟ به دنبال صلح هست و یا معامله است در کشور؟ خب چند موضوع است. یک، امریکا موضوع انتخابات شده است که شما قبلا فرمودین که میخواه یک بهره بگیرد، یک امتیاز بگیرد انتخابات خود امریکا. دو، مسئله اقتصاد از ایناست که ضعیف شده. رسما ترامپ اعلان کرد که از دو طرف دنیا ما جنگ افغانستان نمیتونم پیش برم، اقتصاد ما ضربه میخوره، نبازات سربازای ما در اینجا کشته شوه، این جنگ باید روسیه پیش بره، پاکستان پیش بره، کشورهای منطقه پیش بره. این نقطه دومش. نقطه سومی که امریکا حاضر قیاس دانست که ما در جنگ نتونستم که فشار وارد کنم و در افغانستان تامین امنیت کنم، یک حکومت مرکزی بسازم در اینجا. پس به این خاطر که نتونست، آل سیاست باید تغییر کنه. بله. کم اقتصادش ضعیف نشه، هم بهره سیاسی در انتخابات خود بگیره، هم افرادش کشته نشه، هم بخواهد اینجا پایگاه و اطلاعاتی در اینجا باشه که از افغانستان یک بهره سیاسی باید بگیره. حالا این اقدام آمریکا و این نظریه ای که ایالات متحده آمریکا داره، این به خیر و فلاح مردم افغانستان میتونه باشه یا خیر؟ بله، ببینین این برمیگرده به ما افغانا که از موجودیت امریکایی‌ها، از پلان امریکا استفاده از زمین به خاک خود میتونیم یا نمیتونیم، چیزی که نتوانستیم در چندین سال. شما ببینید در 18 سال اگر امی حضور امریکا در یک کشور دیگه میباشه، ثابت ساخته تاریخ کنوا کشور خود بسیار به طرف رفاه و سعادت ترقی پیش میبرد. اما بدبختی که ما منافعهای ملی را
قربان منافع شخصی کردیم ما نتونستیم که افغانستان پیش بریم، وگرنه 18 سال بزرگترین کشور دنیا پیمان امنیتی و استراتژی داشته باشی و کمک های دنیا با شما باشه، بازم کی دی برخ ما بعد از تاجکستان و ازبکستان باشه، باز ما در داخل شهر کابل جای باشه که از برق مستفید نباشد بلکه زندگی کنند، باز ما تامین امنیت ندانیم، سرک ما خانه باشه، باز ما دست گدایی به طرف کشورهای دیگه باشیم. پس این بپذیریم که ما استفاده نتونستیم. حالا برمیگرده ای که ما از امریکا، از پاکستان، از روسیه، از جامعه جهانی استفاده میتونیم، یعنی اگر سیاست قوی بازی کردیم هدف ما ایست، بالکل شما مطمئن باشین که ما به طرف سعادت و رستگاری میریم. اما سوال دارم اینه معامله همونجا میشه، شما شناختی که از دولت مردان حکومت های افغانستان تا به امروز را داشتین و خاصتا این حکومت وحدت ملی را در 5 سال اخیر تحلیل و تجزیه کردین، آیا واقعا این سیاست را میتونن پس از صلح بتونن روی دست بگیرن یا خیر؟ یک مثل عام داریم میگه ماهی را الاخت از آب بگیری تازه است. اگر ما به سر خورده باشیم، به سر خورده باشیم، اگر ما با تاریخ گذشته خود قضاوت کنیم، اگر ما تاریخ خود تحلیل و تجزیه کنیم، بالاخره از این عبرت پند بگیریم و برنامه برای آینده داشته باشیم، 100% به طرف فلاح و رستگاری میریم. دیروز ما در آمدم عکسای امان الله خان نصب میکردن در جای شعارایش نصب میکردن، گفتم چقدر خوب است، بیاین عکسای از این اگر نصب میکنیم ما عملا کار کنیم که فردا اولاد ما هم کسی عکسای ما را بند کنن، تاریخ شاهد باشه. مگر ما عکس از اونا را بند کنیم که غازی امان الله خان استقلال ما را گرفت، خود ما روز به روز به طرف غلامی بریم؟ این راه حل نیست. در اینجا یک نقطه است که تاریخ تعریف میکنیم، تاریخ واقعات زمان گذشته، عبرت برای آل، برنامه برای آینده. از تاریخ 18 سال خود همین تاریخ ما دید مکمل قضاوت میکنیم که تاریخ است. عبرت برای آل، از تاریخ ما 18 سال عبرت گرفتیم، یعنی که چلو استفاده نمیدیم. آل مرتری سیمش برنامه برای آینده، اگر ما این تاریخ قضاوت کنیم و عبرت بگیریم، برنامه برای آینده جو کنیم، شما مطمئن باشین که به طرف صلح ثبات. خیلی ممنون. ممنون شما، دوباره به شما برمیگردیم. وقفی کوتاهی رو بیننده باشین، سریع خدمت شما برمیگردیم. ژوند برلې ټوب لپاره چټکتیا اړینه ده، نو له همدې لپاره مونږ د اتصالات په چټک 4G اعتماد لرو. د اتصالات غوره انټرنیټي شبکې سره ونښلئ او دوه برابره انټرنیټ لاسته راوړئ. د 4G کڅوړه فعال کړئ او 4G انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. د ګډون لپاره 4G ولیکئ او 3 اتاویاته یې واستوئ. ستوری اتاتیا یو اتیا علامت نمبر دهل کړئ او د خپلې خوښې کڅوړه وټاکئ. د اتصالاتو سره راتلونکي استاسو دی. نبی اون نبی با عزیزی بانگ به سوی کامیابی ها پرواز کنید. عزیزی بانک ستاره درخشان در دنیای بانکداری. عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. دوباره شما رو با خود داریم در ادامه برنامه تحلیل روز. جناب محترم آقای سید نقیب‌الله هاشمی با ما هستند و پیرامون روند گفتگوهای صلح و یا تحقق صلح
در افغانستان با ایشان بیشتر گپ میزنیم. آقای هاشمی، بیایم از نگرانی های مردم کمی بخوایم صحبت بکنیم. دو نوع دیدگاه در میان مردم وجود داره. یک تعداد خوشبین هستند برای آمدن طالبان و خواهان این هستند که این آمدن میتونه که ثبات اقتصاد و حکومت داری خوب را به وجود بیاره و دیگر افغانستان در محراق جنگ قرار نداشته باشه. اما دیدگاه دیگری که در اینجا وجود داره، دیدگاه بر این است که اگر طالبان بیاید و توافقاتی را بتونن به امضا برسانن، اینا دوباره پس از آمدنشان عهدشکنی و توافق شکنی در افغانستان میکنن و دوباره همون نگرانی که آقای غنی داره مبنی بر این که حکومت آقای نجیب سقوط کرد، امکان داره که این حکومت ها و نظام ها بتونن سقوط بکنه و دوباره افغانستان و خاصتا کابل به همون جنگ های چندین سال قبل برگرده، اون سناریو دوباره در افغانستان تکرار بشن. در این مورد شما چی گفتنی دارین با شناختی که از طرف های درگیر دارین؟ ما یک چیز حرص میکنم، یک طرف طالبان می جنگن، یک طرف حکومت می جنگه، یک طرف مردم است. بله عزیز، مردم نه عاشق به طالب است، نه عاشق به رئیس جمهور است. مردم عاشق صلح است. بله مردم عاشق فلاح و رستگاری و سعادت است. مردم عاشق منافع اولیای کشور است. ما اگر به هر سیستمی که هر کسی که میایه اگر منافع اولیای کشور ما را در نظر میگیره، دفاع و سعادت به مردم میاره، وطن ما آرام میشه، خون فرزندای صدیقی کشور نمیریزه، اولاد کشور یتیم نمیشه، زنش بیوه نمیشه، مردم اینی را کار دارن. اما امین مسئله در شک و ابهام وجود داره آقای هاشمی که این چنین خواهد شد یا خیر؟ بیاین اگر ما سر در گریبان حکومت هم کنه که در طول 18 سال با موجودیت جامعه جهانی نتونست که تامین امنیت کنه، طالب حاضر قیاس در طول 18 سال اگر یک یا دو ولایت سقوط دادن، اما بصری وقت پس ولایت آزاد شد نتونستن نگهداری کنن، پس این تجربه را بگیرن که به طریق جنگ امکان نداره، از طریق یک چیز میتونه امکان داره که ما هم دیگر پذیر باشیم، یک دیگر را در آغوش بگیریم، گناه یک دیگر را عفو کنیم، ما به طرف فلاح و رستگاری چیزی بریم. که متاسفانه وجود نداره، اصلا تا الهال وجود نداره. چرا وجود ندارد؟ ما پلان استراتژی نداریم، همیشه اوقات ما منتظر هستیم که امریکا برای ما سال بیاره. امی لحظه شما ببینید تا که آقای خلیزاد تلاش نکنه ما صد پلان و برنامه نداریم. قطعا اگر ما در طول 18 سال می داشتیم یک شورا به نام شورای عالی صلح بود، بفرما استراتژی پلان برنامه می تونم بگو برای ما بودیم. در شورای عالی صلح کسان داره بردن که در جنگ دخیل بودن. بیاین کی میتونه که میونجیگیری کرده بتونه، کی میتونه صلح اعاده کنه؟ کسانی که بی‌طرف باشه. همیشه اوقات افغانستان کشور جرگه هاست. شما ببینید که دو قوم اگر جنگ میکنه، یک مثال ساده و بسیط ما شما بتیم، در اونجا کسای دیگه که بی‌طرف هستن، متنفذ قوم است، بزرگ قوم است، عالم است، بسیار اونا میرن وساطت میکنن، به این طرف هم ملاقات میکنن، به این طرف از خلال صحبت های اردوی ازی باز میتونن به طرف صلح برن. اما از ما دائم اگر در شورای عالی صلح بود کسانی که درگیر جنگ بودن را بردن. امی فعلا شما ببینین وزارت به نام امور صلح جور کردن، ببینین آقای رحیمی را بردن، شخصت نیک است، هیچ اعتراض کرده شخصتش نداره، مگر کسانی بوده که در اون دولت تا الهال بوده در جنگ داخل بودن. امیدوار از این بودم که اگر میخواستن در اینجا یک کسی بی‌طرف، یک عالم جهت، یک بزرگ قوم، یک استاد پانتون، یک دانشمند بسیار اساس افغانستان قطع رجال نیست. بله. که در افغانستان اصلا کسی پیدا نمیشه سل بره. بله. فقط می 10 12 یا 100 نفر موری است. آقای هاشمی، ما تجربه داریم که ما کاروانهای صلح را به نوعی داشتیم که بی‌طرف بودن، حتی با پای پیاده رفتن از ولایت‌ها و ولسوالی‌ها و شهرها به یک شهر دیگر و فراخوان برای صلح دادن، حتی در قلمرو مخالفین حضور پیدا کردن، دیدگاه و خواست اونها پذیرفته نشد. خب شک نیست که یک بار دو بار صلح که 40 سال جنگ بوده باشه 4 دهه، ما نمیتونیم ده کارون رو خلاصه کنیم. در طول 18 سال، این خود در سال 18 هم شد که کارون صلح پیدا شد. اگر در 18 سال ما یک پلان اساس جور میکنیم، زمانی که طالبان در توری بوره بودن، از غارهای توری بوره نبر آمده بودن، اینقدر قوت پیدا نکرده بودن، تقریبا 50 یا 60 درصد خاک به دست خود قرار نداده بودن جغرافیا را، پس بنان دو زمان اگر پلان واحد ما می داشتیم که قریه در قریه می رفتیم به مردم کار پیدا می کردیم، مشکلات مردم می گرفتیم، مردم به تهدید بمبار نمی کردیم، مردم قتل نمی کردیم، دو صورت می تونستیم به طرف صلح بریم. اما چون پلان نبوده در ابتدا وقتی که آمدیم فکر کردن که طالبان در مغاره کوست، بالکل ما آزاد هستیم، سیاست خارجی نداشتیم که با پاکستان یک سیاست خوب بازی کنیم، با ایران سیاست خوب بازی نتونستیم، با روس نتونستیم، و نقاطی که تمویل و تجدید میشد به مخالفین ما او را نتونستیم که خوش کنیم،
اوردی شکن نتونسته بیان نخواستیم آقای هاشمی، یا اینکه ما صلاحیت نداشتیم و تصمیم گیری کرده نمیتونستیم، دیدگاه های دیگران برای ما قبول نده میشد و خواسته های دیگران ما تمثیل میکردیم. خب شک نیست، ما همیشه اوقات بی پرده صحبت میکنم، شفاف صحبت میکنم، به خاطر که به مطلب برسیم. تا زمانی که ما شفاف صحبت نکنیم، حق نگوییم، ما به طرف صلح و ثبات آلا میگیم رسیده نمیتونیم. شک نیست که سیاست خارجی مطابق کشورهای دیگه بوده. ما از خود یک استقلالیت آزادی نداشتیم که سیاست خارجی ما بازی کنیم. این یک ضعف بسیار کلان بوده. دوم، ما سیاسیون ما همیشه اوقات در پای منافع شخصی بوده. آنقدر منافع شخصی را ترجیح میدادن که کابل چی میکنی که بلدنگ ها از یک دو سه صد بلدنگ جور شد. به خدا در ترکیه هم رفتن خریدن، در دوبای هم رفتن خریدن، هنوز هم چشمشون سیر نکرد، هنوز هم خریدن میرفتن. من میره میگم که کشورهای دیگه حداقل از رئیس جمهورش گرفته تا وزرا تا وکلا کلش حداقل یک سیرایی دارن، یک نقطه داره که مکس میکنن که بس مثلا قبره والله، یا کمی کل افغانستان رو غصب کنن بخرن، هنوز هم سیر نمیکنن. بیاین اگر غصب کردی، اگر چور کردی، اگر چاپول کردی، بس است. بگذار دیگه زن افغان بیوانه شن، بگذار ما رو به طرف بدبختی نبر. چرا؟ عزت و قار از رئیس جمهور گرفته تا آخرین فرد ما نداریم. در کشورهای دیگه پاسپورت ما برو اهمیت چلش پاسپورت ما رو بید، در کشورهای دیگه با ما منیس یکی عمل میکنن. بنان امیدوار هستیم که ما بدانیم که آل عزت و حرمت به ما افغانان ندارن، آل اعادی عزت کنیم، اعادی عزت کنیم. او در چی میشه؟ او که ما قانون تطبیق کنیم، قانون ما حاکم بسازیم، یک حکومت قوی مرکزی ما باید بسازیم، سیاست های خارجی قوی بازی کنیم، سیاست داخلی قوی بازی کنیم، همدیگر پذیر با یکی دیگه باشیم. اگر ما حکومت متحد و متفق باشیم، هم سیاسونم اعتبار اعتماد داره، هم رئیس جمهورم، هم وکیلم، هم وزیرم. اما والله دیگه حالت شما برین که وزرای ما در کشورهای دیگه ارزش نداره، ریاست جمهورهای ما در کشورهای دیگه ارزش نداره. پس بنان این تاریخ قضاوت کنیم، بسر خورده باشیم، ما پلان برنامه بگیریم، به طرف صلح بریم. بهتر چیز ما گذشت بعد داشته باشیم. بیا کی دیگر رو خوش بریم. امیر اگه بگیم طالب بیا نظام طالبیزم ده اینجا میریم، اختلش به مردم نداره. اگه حکومت بگه که همین حکومت از طالبا بیا سالار بانه تصدیم چه خانکان نداره، خیلی چرا جنگیده؟ بیا از میان اردو ما چرا بحث ازیره کنیم که ما بگیم جمهوری اسلامی باید باشه، طالبا بگه امارت باشه. بله. اما نه عزت طالب داشته باشه، نه حکومت داشته باشه، ما داره. ما را مردم غلام بگه، طالب مردم غلام بگه، طالب مردم یک تونو کرد. بله. آقای هاشمی، حالا این مزیت ها و این خواسته ها و فراخوان هایی که شما دارین میدین، سال های متمادی است که تمام مردم و طایف های گسترده این فراخوان را دارن میدن. از علما گرفته تا بزرگان تا متنفذین تا همه مردم افغانستان همین دیدگاه و نظرات شما را بنوی دارن، اما متاسفانه تا به امروز پیاده نشده و دیدگاه ها بر این است که پیاده هم نخواهد شد، چرا که در افغانستان همه بنوی به دنبال منافع خود هستند بنا به گفته شما. حالا چی باید شود؟ مردم افغانستان خسته از جنگ هستند، مردم عام افغانستان صلح واقعی را بنا به گفته شما میخوان و طرفای درگیر هم تعهد ندارن و به دنبال منافع جویی هستند. راه حل عمده و اساسی رو شما چه ارزیابی میکنید؟ ببینید، شک نیست که در طول 18 سال افغانستان در گرو یک حلقه مافیایی قرار داره که از نام قوم، از نام سمت، از نام زبان استفاده میکنن. والله اگه قوم باشه، یک تیارش به نام قوم هزاره که میره در راست قرار دارن، والله اگه قوم هزاره که باشه، یک تیارش به نام پشتون کار میکنن، نیز کرش یک تیارش به نام تاجیک کار میکنن، یا ازبک پشتون کسا نیست. اما اونا خود هم میخوان ملت خواه کن. رای حل شما پرسان کردیم، بهترین رای حل هم که ما هم دگر پذیر باشیم. بیاین یک اجماع ملی، تا زمانی که ما جور نکنیم ما نمیتونیم به سر برسیم. شما ببینید که از سیاسون ما الان در کشور استفاده میکنن، یک ماسکو یک مکتوب روان میکنه که اینقدر مردم برین، صد نفر سیاسون ما دارون اونجا میرن. والا اگه اجندای ماسکو بفهمه که اجنداش بخاطر چی هست یا پلان میتونن. قطر میخواه اون میره، پاکستانه که 18 ساله که 14 هاست ما از پیش پاکستان زده میریم، نمیخواد که حکومت قوی داشته باشیم، همیشه میخواد که از دوربین پاکستان وطن ما دیده شود، همیشه میخواد که تحت تاثیر از او ما باشیم، همیشه میخواد که غلام از زور از او ما باشیم. اما اونو پاکستان هم که اگر دعوت میکنه باز اکتداد ما باده اونجا میره. بنان ما یک چیز ما رو میتونه نجات بده که یک ابتدا فقط یک اجماع ملی از تماما اقشار ملت، فعالین مدنی، علمای جید کشور، متنفذین و بزرگان قند، از دانشمندا یک اجماع جور شده. همین اجماع یک تر، یک خط قرمز به خاطر منافع کشور جور کنه. شما باور کنید که دونج یک پلان اساسی جور شما میره. ما بدون برنامه هستیم. همین فعلا قطر چند بار ما رفتیم. همین آقایانم شما پرسان که میگم ما را برنامه میتونه. بله.
بگه از طرف حقوق زن گرفتیم، کسی گرفته نمایندگی از حقوق زنان میکنه. کدام حق زن؟ آقای هاشمی، شما از تشکیل یک اجماع صحبت کردین تا خط قرمز را بتونن ترسیم بکنن. ما شاهدین بودیم که حکومت وحدت ملی آمدن جرگه مشورتی صلح را ترسیم کردن و در اونجا خط قرمز را بیان کردن. این میتونه یک اجماع باشه از دید شما؟ ما تاسف دمی میکنم که ای کاش دمو همه ما حضور میداشتیم، ای کاش اختلافات کنار میگذاشتیم. همه ما چه کسانیم؟ مثلا جرگه مشورتی جور شد، اجرای چه کسانو بودن؟ اجرای رد کردنده بود نرفتن، سیاسی بزرگ دو نرفتن، دیتار اقصال زیاد دو نرفتن، 18 کاندید یا نامزد ریاست جمهوری بودن، اونا اشتراک نکنند. اما در اینجا ضعف و مشکل حکومت بود یا اینکه اینا موقف گیری بر علیه حکومت کرده بودن؟ هر دو، ببینین هر دو طرف. امی فعلا آیا شما میتونین که تنها مخالفین ملامت کنین؟ آیا میتونین تنها حکومت ملامت کنین؟ خود چیزی که میگه آسیا کند است چیز دیوارتر است. بله. چیز مخالف اگر مالات چیز حکومت نتونه سپیج بله. چیز حکومت ملامت است، مخالفین ملامت است. اینجا عالم دو اردو جهت بعد رئیس جمهور چون در راست کار بود، به هر شیوه و گزینه که میشد، به هر قیمت که باید میشد، اینا رو به جرگه باید دخیل میشد. اما آقای غنی این تلاش ها و کوشش ها رو بخر دادن، کارت های دعوت فرستاده شد با اینا و حتی مذاکره کردن، در اون ارگ اینا نشستن و صحبت کردن، بازم نتیجه ای نتونست بتن. خب پیش ازی که جرگه مشورتی سال ترتیب بشد، از اقل یک ماه سه ماه پیش باید آیت را ترتیب میداد، جدا جدا نظرات هر کس میگرفت، دو دخیل میکردن به مشوره هم اگر جرگه میرفت بسیار دستاور ما میداشتیم. اما شما دیدین که اونجا اکثرا سیاسون حتی هجرایه بیمون او را رد کردن در جرگه اشتراک نکردن. ما که هدفم از اجماع ملی است، اجماع ملی کسی که هیچ کس باید آزرده و خفه نباشه، برش استدلال کنه. اگر منافع اولیای کشور را کادنده شما ببینید، یک پلان برنامه اساسی بر اصول اگر جور شود، در اصلاح پیشکش شود، با طالبا پیشنهاد شود که مرا بفرما اصلاح، مرا برنامه تا بخاطر اصول افغانستان چی داری؟ نیروهای خارجی نباشه؟ نمی باشه. مداخله از اونها دست کوتا باشه. امی اشت مواد را که وقتی که ای بار در قطر رفتن، امی افغانه ما کشن فیصله کن، شما به این سر از این تأکید کنین، دونی نوشتر کن. مداخله خارجی ها دونجا نباشه، خارجی ها بعد از ما را کمک کنه دونجا و ما متحد باید باشیم، منافع ملی ما در نظر گرفته باید شود، حقوق زن و اقلیت مکمل نمی باشه. دیگه کلی گیت هم طالبات امضا کرد با وجود که فیصله الزامی نیست، یک طرح بود، یک نظر دیدگاه بود. امی طرح اگه جامعه بسازن ده نظر رسانه نشان میدن که طالب اگر میخوای منافع لای کشور اینه، حکومت اگر میخوای اینه، هر کس قبول نکرد معلومه میشه ملت هم باز میتونه کس بجنگه. آخه شما به عنوان آخرین پرسش، حالا با اقداماتی که ایالات متحده آمریکا در این چند ماه اخیر روی دست گرفته و خوشبینی هایی که در درون ارگ ریاست جمهوری توانستن مبنی بر آمدن صلح به وجود بیاید و خوشبینی هایی که در میان مردم به وجود آمده، نهایتا ما به کدام سو روان هستیم؟ خیلی کوتاه. تا الحال امریکا فقط بحث خود دنبال میکنه، موقعیت جغرافی افغانستان هیچ وقت رها کرده نمیتونه، مهره به امریکا مهم نیست، هر کس باشه هدف از او معتبر بر از او است. انرژی که در خاور میانه و قفقاز و افغانستان وجود داره از سونا نمیتن، بنان او برنامه داره. امیدوار هستم که اگر ما سیاست پالیسی خارجی قوی را دنبال کنیم، ما میتونیم به طرف یک صلح دائمی بریم. چقدر این مزیت میتونه اگر وجود بیاره؟ ببینید او در صورت بر میگرده به سیاست ما که اگر یک پلان برنامه واحد گرفتن میریم به طرف صلح، و اگر نه خدای ناخواسته، خدای ناخواسته شاید یک معامله به عقبش باشه که بیرق سفید پروژه ختم بیارن، بیرق سیار دنبال کنن، باز به طرف جنگ بریم. امین نظامی که داریم نیم بند، امین نظام ما شاید بره، شاید ما نادم پشیمان شیم. امیدوار هستیم که سیاسی ما بیدار باشن، هوشیار باشن، به خاطر خدا، به خاطر منافع اولیای کشور هم دیگر پذیر باشن، دست به دست هم بتن، یک پالیسی پلان را هم طالبا هم حکومت بگیره که باز افغانستان میدان رقابت های جامعه جانی نباشه. خیلی ممنون آقای سید نقیب الله هاشمی، آقای سیاسی، ممنون دعوت ما را پذیرفتن. سپاس از شما. تشکر می کنم از شما بیننده گران قدرم که حضور داشتین و بیننده برنامه تحلیل روز در این نیم ساعت بودین. منتظر نظریات و دیدگاه خوب و سودمند شما برای بهبود درجه بیشتر هستیم. ادامه برنامه ها را شما میتونین بیننده باشین. هموطنان گرامی، برای از بین بردن زنگ زدگی کافی است فلز را 24 ساعت در نوشابه گازدار قرار دهید و به نتیجه مطلوب برسید. نوشابه گازدار می تواند ماده مناسب برای زنگ زدگی آهن، جرمگیری کمود و درخشندگی تایرهای موتر باشد.
استفاده از این نوشیدنی پرطرفدار سالهاست توسط برخی از کشورها ممنوع اعلام شده است. از مدل چینی پیشرفت انتخاب نارندرا مودی در سال 2014 نمایان